Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulullah. Amma ba'du, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitab taqsim wa tanzim qaida baroyi qawli mufid. Yakum, hikmati afarinishi jinn ins. Tawhid ast. Na inki ba khurdani ha wa nikaha lazzat baran. دوم البت عبادت همون توحید است، زیرا در مورد آن خصومت است، یعنی در بین پیامبر صلی الله علیه وسلم و قریش خصومت در توحید بود، پس هر عبادتی که بر توحید بنا نشود پس آن باطل است. سیوم، البته کسی که توحید را اجرا نکند الله را نپرستیده است، پس در این معنا فرموده او تعالی که فرمود و نه شما عبادت میکنید آنچه را که من عبادت میکنم. سوره کافرون آیت 3. چهارم، حکمت فرستادن رسولان، عبادت الله یگانه و از عبادت طاغوت ها دوری داشتن است. پنجم، البته رسالت همه امت طائفه را در بر گرفته است. ششم، دین انبیا یک است، اصل دین یک است و شریعت عملی و اختلاف امتها و مکانها و زمانها مختلف می شود. هفتم، مسئله بزرگ این که عبادت الله حاصل نمی شود مگر به کافر شدن و طاغوت. پس در این مورد گفته او تعالی است که فرمود پس کسی که به طاغوت کافر شود تا آخری آیت. این را بزرگ گردان، زیرا بساری ها نمی دانند و گفتن شرک یا کفر یا لعنت بر کسی که چیزی از این عملها را کرد جایز نمی باشد، زیرا به این حکم در این مسئله و غیرش حکم کردن اسباب و مانعه ها دارد. هشتم، طاغوت همه آن چیزی را که بجز الله پرستیده می شود شامل است. نهم، بزرگ بودن سه آیت محکم سوره الان در نزد سلف و در آنها ده مسئله است. یکمش از شرک باز داشتن است. دوم، آیت های محکم در سوره اسراء در آن 18 مسئله است. الله آن مسئله ها را به گفتهش ابتدا کرد و فرمود با الله اله دیگری را شریک قرار مده، پس مذمت شده و خوار خواهی نشست. سوره اسراء آیت 22. و به گفتهش ختم نمود و هرگز با الله کسی را به خدای نپرست و گر نه ملامت زده و مردود به دوزخ پرتافته خواهی شد. سوره اسراء آیت 39. و الله سبحانه و تعالی ما را بر بزرگ بودن شأن این مسئله به گفتهش آگاه کرد که فرمود اینها بعضی از حکمت هاست که پروردگارت به تو وحی کرد. سوره اسراء آیت 39. 11. آیت سوره نساء که آن را آیت 10 حقوق گفته می شود، الله تعالی این را به گفتهش ابتدا کرده است که فرمود و شما الله را بپرستید و به او چیزی را شریک نگردانید. پس حقترین حقوق ها حق الله سبحانه و تعالی است. 12. تنبیه بر وصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت وفاتش، ولیکن او در حقیقت به آن وصیت نکرده است، بلکه اشاره کرد به اینکه هرگاه ما به کتاب الله چنگ بزنیم هرگز گمراه نمی شویم. 13. معرفت حق تعالی بر بالای ما به اینکه او را عبادت کنیم و به او چیز شریک نگردانیم. 14. معرفت حق بندگان بر الله، هرگاه که حق او را به جا آورند، یعنی حقی که الله بر فرضش به خودش واجب گردانده است. 15. مسئله را بیشتر صحابگان نمی دانستند. این را معاذ عروی ترسی کتمان علم پیش از وفاتش خبر داد. وقتی که بسیاری صحابگان فوتیده بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم می ترسید که به این ترکیه میکنند و کتمان آن را مطلقا نمی خواست، چرا که اگر این را می خواست آن را به معاذ خبر نمی داد و نه غیر او را. 16. جایز بودن کتمان علم از روی مصلحت، این مطلق نیست. 17. مستحب بودن مژده دادن مسلمان به آن چیزی که او را شاد میکند، این از بهترین فایده ها است. 18. ترسیدن از تاکید کردن بر وسیعی رحمت الله و ناامید شدن اینچنین است. 19. قول
ترسیده شده از آن چیزی که نمی داند. الله از رسولش دانوتر است. در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم در امور شرعی که آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم می داند گفته می شود. 20 جایز است که خاص بعضی را تعلیم دهی. 21 تواضع او صلی الله علیه و سلم برای در خر با ردیف سوار شدن. 22 با ردیف سوار شدن بر چارپا یعنی حیوان جایز است به شرطی که بر آن مشقت نآورد. 23 بزرگ بودن شأن مسئله. 24 فضیلت معاذ رضی الله عنه. باب در بیان فضیلت توحید و بیان اینکه توحید گناه را تازه می کند. این را معلق برای تشویق کردن ذکر کرده است و خلاف چیزی که شیطان در نفس ها واقع می کند و از ثابت بودن فضل برای چیز واجب نبودن آن لازم نمی آید، بلکه فضل از نتیجه ها و آثار آن است، مانند نماز جماعت. دلیل اول و فرموده الله تعالی که فرمود کسانی که ایمان آوردن و ایمان خود را به ظلم و شرک آمیخته نکردن ایمینی از آن آنهاست و آنها هدایت شدگانند. آمیخته نکردن یعنی آمیختن با ظلم. ظلم اینجا در مقابل ایمان است، آن شرک است. آنها هدایت شدگانند یعنی در دنیا به سوی شرع الله به علم و عمل و در آخرت به سوی جنت. از فضیلت ایمان قرار گرفتن امن در دنیا و آخرت است. دلیل دوم و سوم این است که از عباده ابن صامت روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که گواهی دهد بر این که معبودی بر حق جز الله یگانه نیست و شریک ندارد و هر آینه محمد بنده و پیامبر اوست و به تحقیق عیسی بنده الله و رسول اوست و کلمه اوست و آن را به سوی مریم فرستاد و روح است از طرف الله و جنت و دوزخ حق است، الله تعالی او را بر هر عملی که دارد داخل جنت میکند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. دوم و بخاری و مسلم از اتبار روایت کردند. البته الله شخصی را که لا اله الا الله میگوید در حالی که به این گفته اش رضای الله را قصد دارد بر دوزخ حرام گردانیده است. شهیده شهادت به زبان اعتراف کردن و با قلب اعتقاد کردن و با اعضای بدن عمل کردن است. لا اله الا الله معبود به جز الله شایسته پرستش نمی باشد. وحده او یگانه است تاکید برای اثبات است، او را شریک نیست. تاکید برای نفی در هر آن چیزی که مخصوص اوست می باشد. و اینکه محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب قریشی هاشمی خط کننده پیامبران است. بنده اوست یعنی شریک به الله نیست، عابدترین خلق است و رسول اوست یعنی فرستاده به آن چیزی که به سوی او وحی شده است، پس بر الله دروغ نمیگوید. این شهادت را انجام معصیت ها در دین چیزی آوردن که آن نیست نقص میکند. با معنای عمومی از جمله شرک اعتبار کنیم و به معنای خاص تقسیم میشود به شرک اکبر، شرک اصغر و معصیت بزرگ و معصیت خرد. عیسی بنده الله است، رد بر نصارا است و رسول اوست، رد به یهود است. به رسالت او ایمان میاریم و هر با شریعت او با شریعت ما مخالف آید بر ما پیروی آن لازم نمی آید و شریعت پیش از ما چند حالت دارد. یکی مخالف شریعت ما باشد پس عمل بر شریعت ماست. دوم موافق شریعت ما باشد پس ما پیروی شریعت آن رو میکنیم. سوم از اون شریعت ما سکوت کرده باشد پس اون برای ما شریعت است. مردم در شأن عیسی علیه السلام بر دو طایفه و میانه تقسیم شدند. یکم جفاکار مانند یهود که او را دروغگو کردند و در حق او و مادرش طعنه زدند و پیامبری او را انکار کردند و به قتل او حکم کردند. دوم غلات مانند نصارا که گفتند او پسر الله و سیومی سیتا و او را اله قرار دادند. سوم میانه را گواهی میدهم که او بنده الله و رسول است و مادرش صدیقه است و اینکه او دختری شوهر ناکرده پاکدامن بود و قصه او در نزد الله مانند قصه آدم است. او را از خاک آفرید سپس برایش گفت پیدا شد پس پیدا شد. کلمه است چرا که او به کلمه آفریده شد و عیسی کلمه الله نیست
پس کلام صفت الله است، روح از اوز خلق از مخلوقات الله است و سوی الله تعالی از روی بزرگ داشتن و احترام روانه کرده می شود. الله او را داخل جنت می کند. داخل کردن جنت دو قسم است، یک کن به عذاب کاملا داخل کردن بر کسی که عمل را کامل کردن، دوم داخل کردن ناقص که عذاب داده می شود برای کسی که عمل را با کمبودی انجام داده است. گفت لا اله الا الله و شرط اخلاص و دلیل به گفتنش رضای الله را قصد دارد. در این حدیث رد بر دو طایفه است، مرجعه و خوارج. مرجعه که به گفتن لا اله الا الله به عمل و اخلاص اکتفا میکنند. خوارج که میگویند صاحب گناه کبیره کافر را در آتش دوزخ همیشه میماند.